سلام، خوش اومدید به قدیمی ترین چنل ریاکشن یوتیوب رپ فارسی. رپ بریم. سلام به همگی، سهراب هستم و خوش اومدید به پرشن رپ ریاکشن. سلام، همونطور که میدونید روحان هستم. به به، عشق دل. به به به، منو نمیدونستید؟ یعنی واقعا با خودم واقعا حرکت داشت بود. نه اشکال نست. آقا چی داریم اینجا؟ ترک 12 سال پیش از بهزاد لیتو و هیپاپولوژیست عزیز. هیپاپولوژیست دوتا خفن عزیز. به به، چی بهتر از این؟ سروش هیپاپولوژیست همون جور که میدونید این روزا حسابی داره میتازه و تو رپ فارسی داره قوقا میکنه. دمش گرم، واقعا هم حقش مستعد. حسابی اینو ببینید تو کاور، سروش یه حرکت داره اینجوری گرمند آورده جلو دی آر نوشته روش که ما توی موزیک ویدیوی کوچک همین رو دیدیم و اسم نام این مال اونه. آره ممکنه. آره خب آقا، قبل اینکه بریم ویدیو رو داشته باشیم، یه سابسکرایب کوچیک برامون بذارید که لذت ببریم ستونا و انرژی داشته باشیم برای این مسیر. هر چی بیشتر ما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید. ببینید کامنت مثل بنزینه، لایک مثل بنزینه توی این مسیر. نریزین رو خودتون، نریزین تو خودروی پرشرپکشن، نریزین تو خودروی پرشرپکشن. دمتون گرم، بذارید که انرژی داشته باشیم و ادامه بدیم. قبل از اونم آقا، میدونید که این روزا حسابی اکانت نتفلیکس پیدا کردن خیلی سخت شده. کلن اکانت های خارج از چیز، پلتفرم خارجی خیلی سخت پیدا کردنش. پس یک کلی سریال خفن هست توی نتفلیکس، خفن هست. کلی این روزها هم واقعا دارن میترکونن همه. پس اگه دوست دارید که از یک برند معتبر خرید کنید اکانتاتون رو و پشتیبانی خوبی هم داشته باشه، میتونید به اکانتی شاپ سر بزنید. کارشون فوق العاده است، 20% تخفیف برای بچه‌ای که از طرف ما برند دارن. توی دیسکریپشن راه ارتباطی هست، هست. بهشون سر بزنید، لذت ببرید از زیستن. خب آقا بریم که داشته باشیم. آقا ما قبلا راجع به این قضیه صحبت کرده بودیم با بچه‌ها، واقعا یادم نمیاد کی بود گفته بود، گفته بود که این 12 سال پیش، نمیدونم حالا سروش عزیز میخواد چی بگه، ولی فکر کنم لیتو 12 سال پیش شروع کرده بود به لیتو 12 سال پیش. اگه اشتباه نکنم اون بنده خدا میگفت مثلا سروش مثلا 12 سال پیش رپ نمیکرد. ببینیم چی بلی میخواد. سروش یه جایی گفته بود من خیلی مینوشتم برای خودم اما نمیخوندم. راست میگی؟ آره گفته بود فکر کنم راهنمایی من مینوشتم. آره مثل ما سال 90 واقعا 89 بود ما هم شروع کردیم، کلی هم ترک داریم تازه تو اون سالها، ولی خب ریلیز نکردیم یا کمتر ریلیز کردیم. همه فکر میکنن 1-2 ساله ما اومدیم ریاکشن میکنیم، در کنارش رپ میکنیم، در کنارش رپ میکنیم. ولی در اکثر ما فکر میکنن ریاکشن کردیم بعد داریم رپ میکنیم، در حالی که رپ خیلی قبل این قضیه بود. ولی خب پخش نمیکردیم زمانی که رپ فا بود، شنوندگان زیاد بودن به خواننده. الان ماشاءالله زیاد شد. خب برو ببینیم چه داشته باشیم. بریم این دو عزیز رو خیلی دوست داشتم. این بزولین شکل گرفت. آره چی میگم، واقعا سروش لیاقتش رو داشت. لیاقت داینه. لیاقت داینه. بریم که داشته باشیم. بزولینی دو کی بزولینی. بزولینی دو کی بزولینی. چی بزولینی. دوره رفو. یو یو. شروع کردم 12 سال پیش، منو میکروفون و هدفونام و اتاق تاریک. شروع کردم 12 سال پیش، وقتی خوندم همه گفتم بابا داری تو باری. کافی هم رو میله حرفه‌ایه، هم روی دو شک، میخوام سابام بره بالا بشم من مثل پوتک. چاقی رو ما یه وقت نشید و بشه فیتم داد آقا پوتک. آره بعد این فیت شکلی گرفت دیگه. البته نمیدونم کی ضبط شد، فکر کنم قبل این فکر میکنم، نمیدونیم آقا اینا چه تایم هایی بستن، ولی تو همون با هم بودیم. آره نمایی چه شدر رو قشنگی داد به اوکی بوتک عزیز. اوکی که اگه بزنی تو 267 کی باشه همین الان تو یوتیوب بوتک؟ آره بوتک 267 کی. آره یعنی اون ببین از موقعی که میگفت رفت 313 کی من میگفتم حاجی دمت گرم خیلی قشنگه، ولی یه خورده دور نیست. من که اصلا واقعا میگفتم 313 کی بود. آخه یوتیوب فارسی 100 کی بود اون موقع اصلا رکورد داره. رکورد پوریا فارسی.
رکورد یوتیوب فارسی دسته کیوکسر بود که 100 کی بود. آره 145 اینا بود. میدونی چی شد یوترکی؟ رود تو 313 راود رود چی؟ آره. 313 که گفتم ها چی؟ یه 2 سال طول میکشه تا. نه میدونی چرا سرعت گرفت؟ به خاطر اینکه رپ فارسی اومد فقط کامیونیتی گیمینگ بود. آره هیچ چیز گیم بود. بعد مخاطبای گیمینگ اوکی خیلی خفن خیلی زیاد فلان، ولی وقتی یوتیوب فارسی مثلا مخاطبای مثلا چالش ها اومد، البته چالش میا پلیس خیلی وقت بود مورد بود، ولی خب رپ فارسی نیومد تو یوتیوب. آره خیلی مخاطب خیلی اضافه شد، تزریق شد به یوتیوب، باعث شد که همه نزدیک 300 الان تقریبا. اوکی مسپوتک یا چاقی رو ما یه وقت نشید و به شک، اگه بزنی تو فک دایی میخوری تو چک، خیلی ملو میخوابن همیشه کشا تو حساب، پنه سور و ساد لفظ نیا کنگ و شاد، وقتی منو بالا میبینی تو قمه تو چشات، چرا برو دو سه شات نداری تو راه نجات، با دوکی منتظریم بیان دافی یا مطب، هستم بازی و بلد تو این راهی تو قلب، بازم سپی پلون پاچیده رو جانی و علف، بزی کاکی و بد شهیدی اون زیرو ستون خیلی ریزه. ببین کی منتظری بیان دافی یا مطب، هستم بازی و بلد تو این راهی تو غلط، بازم سپی پلون پاچیده رو جانی و علف، بزی کاکی و بدر خیلی ریزه. از چپ میاد خیلی ضعیف میاد، فکر کنم هیچکی نشینده باشه یا کم شنیدم. اوکی اوکی اخلاق لاتی و بدر کی یعنی همون بد اخلاق دیگه کی بد اخلاق. اوکی لاتی مثل بالوتلی ما چیلیم تو هتلی، نگر بی خودی ندیدی جای این مدلی، تو خاله پای تلی یا با خای پای قلی، کنارم خوابیده دو تا شکلات کاراملی. یا شروع کردم دو خاله پای تلی، یعنی خاله زنکی میگویم پای تلگرام خیلی به خیلی ها میخوره، خیلی ها میخوره این روزا، به خیلی ها میخوره. اگه منظورش واقعا همین بوده باشه به خیلی ها میخوره. چرا فقط اوکی بریم؟ ولی 10 سال پیش منو میکروفون و هدفونم و اتاق تاریک شروع کردم، 12 سال پیش وقتی خونم همه گفتم بابا داری تو باریک، بابا سر و کوش نگاه، اینه بابا سر و کوش نگاه. آره شیده میدم همش میگن بابا سر و کوش نگاه. کوش یعنی یکی اینکه کجاست، بابا سر رو ببین که کجاست. اون کلمه هم 3-4 بار گفتیم بوم زن. آره اگه یادم باشه 40 بار گفتیم نگاه کن نگاه لکه. آره جی واچه دیست مایا اوکی میگیم سی کن آقا سی سی بول سرو ببین کجاست. و اینکه کوشم که یک مدل از حالا نمیخوایم باز کنیم، ولی اونایی که میدونم میدونم، اونایی که نمیدونم نمیدونم. یک مدل از مواد مخدر. آره انورد هم که یعنی چی دیگه. اوکی بریم بابا سر و کوش نگاه، لوکی ردم میاد بوش نگاه، هر چه قدم گنگ باشی بچت میخواد سروش نگاه. سروش نگاه سروش نگاه سروش نگاه سروش نگاه سروش نگاه. هر چه قدم گنگ باشی بچت میخواد روش نگاه، من لیریک و ماتیشه رفیق و ماپاچی، اون میخواد و نمیشه موزیک و بازاری، رکورد ها رو میگرفتم جتا دیو قاچاقی، تا اون موقع ما ساری پی از تو جای آتاری، حالا تو شهر ملو گفت انتقادی که گفته اول من شما یه نفر صحبت میکردم اینجا جواب داد، رکورد ها رو میگرفتیم قاچاقی با جتا دیو، جتا دیو میگرفتم اون موقع رکورد ها رو. ببین یعنی اوج قدیمی بودن رو داره میگه. ایول 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 خوش آمد. میشه موزیکو بزاری، رکورد ها رو میگرفتم جتا دیو قاچاقی، تا اون موقع ما ساری پی از تو جای آتاری، حالا تو شهر ملو اکیپن ولو، رو میزن منو میکنه میدن به تو، لباس گشار فلو روبات خوابی مچاد شد خشک مخاد، سر الف میشه لاین تو ماشینم بعد وان، رو کالم با بزولینی کارا بیاد دو میری، بچه کن بکا بو گلاکا لود دکورینی کس خار تعادل لبم جه یه چه شد. چی گفت گلاکا لوده دکورینی؟ گلاکا یعنی پره دکوری نیست. نه چی میگم بعد این لحظه چیز کردن اوکی گلنگ گدنش. آره
ماشینم بعد وان جو کالم با بزولینی کارو بیاد دو میری بچه کن بکا بو گلوکا لوده دکورینی کس خار تعدل لبم جهیه چشو چینی بولو پله فلو کره کارون بیادم میزنم کله چون من واقعی تو کب زیاد تو په سفیده پاونس زیاد تو لف نزن اتس لیهات تطوت نمی کنه تو رو گنگ زیاد درست کنم شروع کردم دوست آجی ایوان تو رو نمی کنه گنگ زیاد تطوت نمی کنه تو رو گنگ زیاد دیده تس لیهات برم چی بود؟ آه تو اون فیرساله بود من چطور تو فیرساله بود دیگه در بیرون اونا حرف کنم آنه که میگفتم که هر چقدر تتو بزنی نه نه ایمده نمیشی گنگسته چرا دیگه هم فیرساله بود آره اومده بس دیگه بریم چی بود بایستا جواب منو داد سروش خود درگیری جب اوکی نه کله چون من واقعی تو کب زیاد تو په سفیده پاونس زیاد تو لف نزن اتس لیهات تطوت نمی کنه تو رو گنگ زیاد بنگ شروع کردم دوازده گفتی لات نمیشی حالا بگو یه سر تو پا تو بکنن یه جا تطو بیارم سال پیش من و میکروفون و هدفونم و اتاق تاریکه شروع کردم 12 سال پیش وقتی خوندم همه گفتم بابا جا داشت آره میخواستم بگم برو با داری تو باری بگم بابا سر و کوش نگاه کوش لکی ردم میاد بوش نگاه هرچقدم گنگ باشی بچت بازم بچت بخواست روش نگاه تورنتو کوش نگو به سول تورنتو بزد ها تورنتو رو کوش نمیگه نگو تورنتو کوش نگو به زولینی میاد روش نگو هیترو میکنم پوش نگو چو الان میکنم توش نگو توش کرد توش گوله رو زد ساری آیا داشتیم اینو گفتیم سوتونم جا داشت به نظر من خیلی باحال بود ترک باحالی بود اول اینو بگم خیلی از سال هیپاپولوژیست جدا بود خیلی متفاوت بود به سال بزولین خیلی نزدیک‌تر بود آره بزولین ولی جا داشتن یه چیز حیولا ببندن جفتشون جا آره بچه اینم خوب بود یعنی چیزی میکنه نمیگیم آره بود یا ضعیف بود میدونی چرا داریم میگیم جا داشت چون جفتشون خفن‌تر بود آفره جفتشون خیلی خفن‌تر بود حالا شاید ما اشیا میکنیم نمیدونم ولی من مخاطباتی میگم شما دوست داشتید بچه ها نه دوست داشتن که ما هم دوست داشتیم نه میگیم شما هم میگین جا داشت چون من سروش رو خیلی سروش خیلی کاردی مثلا کاردی مثلا اون ترک چی بود این سری کارتلانه مثلا اینا واقعا درخشش سروش بابا سر و کوش نگاه ما میگیم نگو از ترس گفتن کلمه نیست به خاطر اینکه ضد قوانین یوتیوبه ان ورد و اف ورد و نم ورد 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 و نمیشه به کار بود دم همتون گرم مرسی که تا جای برنامه با ما همراه بودید شدید کلی ترک دیگه هم میخواییم بریم نرفتیم چارخونه فکر میکنم تا اینکه بعدی باشه دوست داشتید نگاه کنید چارخونه نظرتون رو حتما راجع به موزیکا بچه‌ها بگید بهمون یه حالی هم به پیج بدین اون روزا حسابی پیج خوابیده چون نبودیم برای دکوراسیون و برای سری جابجایی خونم نواز کما اینکه خیلی لطف داشتید خیلی ویو ترکوندید و دمتون گرم جبران خواهیم کرد اینو شک نکنید یعنی هر چی بکنین تو این پیج بزرگ میشه و رشد میکنه و الان نمیتونیم بگیم ولی یه اتفاقی هم این اواخر افتاده خیلی اتفاق افتاده یه اتفاقی هم الان افتاده که حسابی درگیرشیم یعنی تو اینجا توشی خب آره منفی رو میگم بگذره تموم بشه شاید خیلی سورپرایزهای مثبتی هم براتون داریم تو همین چند وقت آینده الان نمیخوایم بگیم آره. چون ما بیایم بی خبر میایم مثلا برو بریم عموزه روحتی گل ایچی ما بی خبر میایم کامیکسون نمیگیم ها؟ نه نه کامیکسون نمیگیم ولی تو همین چند روز آینده حالا یه اخباری هست عشق دلید
مدیون نگاه تک تکتون هستیم ستونای ده گود حالا یاد رفته آره داشتم آره داشتم فکر میگم چی بود. مرسی که ما رو مهمون نگاهتون میکنید. بیمه ند بیوقفه جاتون تو قلب ما سیالی وقت خرس